دکتر رحیمی به بخش جراحی. سلام. خوبین بابا جون؟ چیزتون شده؟ سلام. پاتون شکسته؟ نه. قلبتون گرفته؟ نه. شما من نشون میده که با شما این کارو کرده، خودم حقشو میذارم کف دستش. کی این کارو کرده با شما؟ چطور خبر شدی؟ خب ببین مادر بین اونجا نشسته. بابا شما این کارو کرده؟ آره بابا. آره؟ تو با موتور زد به هم اون. یه کاری بکن. آقا شما خجالت نمیکشی، حیا نمیکنی؟ پدر من مریضه، یه سکه رو تازه رد کرده. وای به حالت، وای به حالت اگه یه تارم از سر پدر من کم بشه. ای بابا مثل یه سینم بهتون بده کارش این خانم مادر. یعنی چی این پدر شما بوده که با ماشین زده به من؟ به جای اینکه بیان الان از من عذرخواهی کنین، خسارت هم پرداخت کنین. چه خوب وقتی اومدی منو از دست این کنه نجات دادی. چی بکنم؟ چه خبر؟ هیچی. یا حالا میفهمم آقا لطیف چقدر کار سخته ها. تو با این بازیگر بودی این کار برای تو خیلی سخت نبود. چطور شد من به آرزو زنگ زدم تو اومدی؟ به من زنگ زد گفت انگار که تو خونه بهش شک کردن، انگار خانومتون گفته که اگه میخواد بره بیرون باید با کامران بره. میدونی این گفتن تو چی؟ مشکلی پیش داری من مقصودی چیزی نفهمید؟ نه هیچ کسی چی نفهمید. بچه ها هم گفت صندوق رو برداشتن بردن، من هم اومدم اینجا. شما چی الان فیلمی یا حالتون مده؟ نه خیلی خوبم. بعد تصادف هم مدرک چیزی نداشتم، خودم رو زدم به مریضی اومدم اینجا. شما خوبید؟ بهترید؟ شما خوبید؟ بله من خیلی بهترم آقای دکتر. شما بخوابید لطفا. دردی دو قفس سینه‌تون احساس نمی‌کنید؟ نه من هیچ دردی ندارم، یه حمله بود رد شد. آقای دکتر حالا اگر حالشون خوبه میخوایم مرخص شن دیگه، من خودم ازشون مراقبت میکنم، ازشون پرستاری میکنم، اگه چیزی لازم باشه به من بگی من حتما خودم براشون فراهم میکنم. آقای فرهان خاکپور؟ بله. شما چه نسبتی بهشون دارین؟ من دخترشون هستم دیگه، آرزو خاکپور. اگه چیزی شده به من بگیرم، من میتونم همه کاراشون رو انجام بدم. شما من نمیشناسیم؟ شما رو؟ نه. آرمانم. آرمان صدرا، خواهرزاده قدسی خانم، همسر سابقت، مادر آرزو. آرمان قدسی؟ اشتباه گرفتیم عزیز. مگه شما آقای فرهان خاکپور نیستی؟ اونجا چی نوشته؟ فرهان خاکپور. اشتباه نوشته. پورخاک. عرفان پورخاک. باها جون این تخت رو یکم بده بالا. بخش جراحی دکتر بردیا. شما که گفتم اسمتون آرزو؟ من گفتم آها، من دوستام صدا میکنن آرزو و یعنی اسم من بهاره، بهار پورخاک. یعنی شما آقا فرهان شوهر خلاقاتی من نیستیم؟ من ندارم شما چه اصراری دارین که من یکی دیگه باشم. نه آقا من اصلا هیچکی نیستم. انتظار دارین حرفتون رو باور کنم؟ باشه شما راست میگین، من فرهان خاکپورم ولی ایشون آرزو نیست، ایشون بهاره، دختر یکی از دوستای من، عین آرزوی من. آرزوی من ولی سالها پیش فوت شده آقای دکتر، من اینجا حالم بدتر میشه. خواهش میکنم منو ترخیص کنید برم از اینجا. به هر حال شما امشب مهمون ما هستید آقای خاکپور. ولی چی مهمون شما؟ من عده منتظر من اندهای دکتر، من باید برم از اینجا. نه آقا قلبتون نشون میده وضعتون خوب نیست. به درک خوب نیست، من برای خودم دکتر دارم آقای دکتر. با مسئولیت خودتون من اینو میفرستم حسابداری آقای خاکپور. بفرستین حسابداری آقای دکتر. همراه بیمار میرجلیلی به اطلاعات. همراه بیمار میرجلیلی. چرا بهش دروغ گفتی؟ آرزو که زنده است. ای موضوع خانوادگی بعدم رو چه بهش صحبت میکنی؟ تو کیفت پول داری؟ تو کارتم داره. خیلی برو تصفیه حساب کن، هرچی زودتر باید از اینجا بریم. چشم. حساب کن این موضوع رو به کسی نگی ها، هیچکی نباید بفهمه، خصوصا آرزو. برو. چشم. الو سلام خاله، آرمانم، خوبی؟ نه برای قرصتون تماس نگرفتم. یه اتفاق جالب امروز افتاد تو بیمارستان، گفتم به شما بگم. آقا فرهان رو دیدم،
فرهان خاکپور. آره یه دخترم باش بود، اولش گفت اسمش آرزوه، بعد عوض کرد. خاله منم میدونم آرزو مرده. شما گفتیم اون دختر قدش کوتاه بود، از شما کوتاه‌تر؟ تقریبا هم قد من بود، صورتی سفید بود، صداشم ریز بود، ولی اصلا بیش نمیومد خلافکار باشه. پسر رئیسشون هم جوان خوبی بود، وسایل فیلم مرداری هم داشتن. این دوزه والا آدم نمیدونه به کی اعتماد کنه. بفرم. سلام. سلام. از تشریف سبایی نامه. بفرم. جناب سرگرد اینجاست. جناب سرگرد در خدمت. راه نمایشون کنیم برای اثر برداری. شما تمام جریان رو با جزئیات کاملش یادداشت کن. بنویسید. جناب سرگرد چی میپرسی از اینا؟ من به جفت اینا مشکوکم. چطور میشه چهار نفر آدم تو روز روشن بیان برن گاوصندوق و اون سنگینی رو بردارن ببرن؟ شما آروم باشین، اجازه بدیم ما بکارمون. چطور آروم باشم جناب سرگرد؟ اینا همش امانت مردم بوده، من الان جوابشون چی بدم؟ هر چی بگم میگن قبول نمیکنن، میگن کار خودت بوده. شما با جزئیات کامل یادداشت کنید. تمام. چی شد؟ آقا چیزی فهمیدی؟ اینجا دوربین مداربسته هم که نداره. این چه حرفیه؟ ساختمون نیمه کاره، دوربین مداربسته نمیخواد. باشن اصلا هیچوقت من پول نقد اینجا نگر نمیداشتم. اولین بار بود. ببین به کسی دیگه شک نداره، کسی که از جای پول خبر داشته باشه. نه بابا. فقط خانواده اون شریک خدا بیامرزم خبر داشتن که اونم بعید دونم یه همچیکاری کرده باشن. بابا پول مال خودشون بوده، چرا باید همچیکاری بکنن؟ پس مطمئنه که کسی دیگه خبر نداره؟ بله مطمئنم. دو تا طلبکارا هم خبر داشتن جناب سرگرد. کار خودشونه. بهشون دسترسی داری؟ بله میخواین زنگ بزنن؟ یه دقیقه صبر کن. خب شما چیکار کردین؟ بابا کارا چاله نمیزن باش نرم بفستیم از باشگاه تا ببینیم چه باش چیه. الو خانم خاکپور کجا هستی شما؟ میشه زحمت بکشین یه رو که ما بیایم با بچه های دفتر من؟ بدون یه اتفاقی افتاده، یه اتفاق خیلی بد. سوال نکنی فقط بیاین. بله گاف صندوق رو دزدیدن. آخه سرعی خانم شما با این وضعتون واقعا باید این کارا رو کنین. الان موقع این کاراست. عوض این حرفا بشینین فکر کنید ببینید کلید گاف صندوق وامونده رو کجا گذاشتین. کلید گاف صندوق پیدا کن که ببینیم چه خاکی بر سرمون بریزیم. کدام گاف صندوق؟ میگه کدام گاف صندوق؟ بابا گاف صندوق که نمیدونی کجاست، کلیدش که نمیدونی کجاست. من چه بدبختی گیر کردم، گیر شما افتادم. بابا وار منو بکشید راحت چی دیگه. آقای میرزاده تا حالا هیچ کس جرأت نکرده اجازه بدین. اجازه بدین. شوهر خدا بیامرزم تا زنده بود از کل بالاتر به من نگفته بود. اجازه بدین. شما خواهش میکنم حرف نزن. این از الان میبینی یه دفعه به من گفت تو همچی زدم تو دهنش دندون نیشش رفت تو دندون حرف. شما همه چیزا خراب کنی اینجوری نمیشه. ببین من واقعا معذرت میخوام منیر خانم، تو فیلمنامه نمیشه، تو پرانتز نمیشه. داد میزنه، داد میزنه. پرانتز بهانه میکنی هرچی دهن دندون به من میگی. من که با خنده که نمیتونم بگم که اینجوری مجبوریم بگیم دریا خانم بازی کنیم. دریا خانم شما بد نه. دریا بی دریا آقا من هزار دفعه بهتون گفتم اصلا دوست ندارم فیلم بازی کنم. هی اصرار میکنین. آقا شما هم دیگه بسته دیگه، از سن و سال من و شما گذشته دیگه. بیا برو دنبال یه لقمه نون. آقا فیلم اینا فیلم دالو ندیدین. فیروز خانم شما باید زحمت این نقش بکشین. یعنی چی؟ اگه فکر کردی یه کاری میام جلو دوربین موربینه تو از خودم ادابازی در میارم؟ نه خب مجبوری. همین یه دامادم توی این کاره واسه هفت پشتم بسه. ای بابا همه کس که نمیتونن تو فیلم بازی کنن که. ببین منم دیگه نمیتونم تو این اسمش چیه؟ فیلم نامه. همینی که تو میگی تا این مزخرفاتو چرت و پرت توش نوشته ها بازی نمیکنم. فهمیدی یا نه؟ ای بابا ای بابا ای بابا ای بابا فیلم دیگه. این شیر رو بقلن ببنده نگه دستون تمیزه. اینو دیگه جدی دارم میگم اسرافه. اگه شما بهتر از من میتونیم بازی کنیم بازی کنم. شما بگفت 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 شما
گاف صندوق؟ نه، منظور آماده فیلم برداری است. خب، من مشکل چیه؟ بگم دعوا معوض شده دیگه. دعوا نه. فیروزه خانم که ناراحت هستن. دریا خانم هم که اصلا با بازیگری مشکل داره. از اول گفته بود. موی خانم با فیلمنامه شما مشکل داشتن. با فیلمنامه من؟ فیلمنامه شما؟ فیلمنامه شما که معرکه است، هر کی بخونه حظ میکنه. مثلا اونجایی که نوشتین که زن و شوهر با هم دعوا میکنن خیلی قشنگه. مردم خیلی چیزا یاد میگیرن. معرکه است. تعجب کردم فیلمنامه ما بد بود. من میرم یه چایی براتون بیارم. خب شروع کن. شما شروع کن. راستون بعدم بگم گاف صندوق. جاش امن گاف صندوق. گاف صندوق اینجاست. چرا بیرونه گاف صندوق؟ من میخواستم ببرم داخل متا آقای میرزاده. سلام عرفان. من گفتم. گفتم ببین خونه ما نه که بزرگتره، بچه‌ها راحت میتونن کار فیلمبرداری لوازم بپاشن دیگه. ها بله دیدم شما روتون نشده بودن دیگه، خودم این کارو کردم. بعدشم دیدم خب زن و شوهری که 30 سال آخه این خونه نمیشه که چیزی خریدن تو این مدت دیگه. شما درست میفرمایید، ولی من هدفی داشتم. شما فقیرید ولی مناطق تاب دارید. از این جهت اتاق کوچیک لطیف رو انتخاب کردیم. آه، که یعنی یه تحلیلی پشتش بوده. فکرش کردیم که گفتید بابا من بعد عمر اومدیم یه کار خوب انجام بدیم. لطیف جان کمک کن ببرین. نه نه شما که دست نزنین. امیر زادم که مزاحم شدم میشه الان ارسلان اومد منو ارسلان واخت. نه 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 شما دست نزنید. نه نه شما دست نزنید. لطیف بهم برخورد کن. از بیمارستان چی بود؟ بیمارستان برای چی رفتیم؟ هیچی بابا، از دست رو از ترس و پولیس خودم زدم به مایزی رفتم بیمارستان. پهر خانم هم کجاست؟ خب کار دارم، کار دارم بیرم آجانس. ارسلان کو؟ ارسلان هم میرفت دنبال کاره ماشینشو یه قفساز بیاره اینو باز کنه دیگه. هرکلا، خیلی فرزی فکر نمی کردم. فرزم؟ با ما ترس این رو پاهم نمیتونم بایستم. قلبم داره میاد تو دهنم بابا. قلبم داره میاد تو دهنم بابا. قلبم داره میاد تو دهنم بابا. قلبم داره میاد تو دهنم. قلبم داره میاد تو دهنم. ترس فکر من شاکی این کیه؟ شاکیش؟ حدودی میدونم ولی حدودی شما من شاکیه این کیه؟ حدودیش هم نمیدونم. ایش کی؟ منم. این پول من منه. من باید شکایت کنم که نمی کنم. بزن قطعش. آره که نه 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 عیب نداره. به جز شما که کسی نمیدونستی تو این گاه صندوق پوله. پس به نظرتون کی دزدیده؟ دوست چیه جناب سرگردین؟ همه نقشه از سیابازیه. مگه شهر هرت گاه صندوق به اون گانگی رو وسط زور بردارن ببرن؟ 200 کیلو آهنه. 200 کیلو هم بیشتره. با سرصدا که مشکل حل نمیشه. شما میخوای من خفشم؟ چشم لال میشم. بفرمایید لال. ولی همه زندگی من و بچه هم تو اون گاف صندوق بود. خیلی خوب، من صبر میکنم تا آروم بشی. بعد ببین یارو، این آدم پولو برمیداری میاره میذاری سر جاش، وگرنه هر چی دیدی از چش خودت. چرا اونجوری صحبت میکنی؟ مگه من برداشتم بیارم بزنم سر جاش؟ نه پس من برداشتم. تو بودی رفتی خونمونو فروختی واسمون خونه گرفتی، پولو برداشتی گذاشتی تو گاف صندوق و برداشتی دیگه. اینه جواب زحمت من؟ بابا مگه من گفتم مادرت رو وایس کنار ببینم؟ خانم خاکپور، مگه شما نگفتین پولا رو میاره میذاری تو گاف صندوق؟ حتما خودتون آوردین گوشه، خودتونم برداشتین. میخوان آبرویستن منو ببرین. من دوستم وقتی چه کس افتاد و گذاشتم بهش رو خودتم انداختم تو زندان حالت میشه. من 100 بار به شما نگفتم این آدم نیست. اگه آدم بود سر بابا کلا نمیذاشت. ببین بچه، تو حق نداری با من اینجوری صحبت کنی. حق دارم، خوبم، حق دارم. بسته. تهدید جرمه، برای دردسر میشه. دیگه جناب سرگرد، دردسر بیشتر از این. ما به این آدم اطمینان کردیم. کامران ببخشید جناب سرگرد. خواهش کن. ما
مگه شما نمیگید در گاف صندوق باز نمیشه؟ پس از کجا میدونید که پول توش نیست؟ بابا چرا متوجه نیستین؟ این گاف صندوق مال من نیست، این گاف صندوق نوئه. بابا این دست کلید منه، هر کدوم اون بلدیم بیای بازش کنیم. بفرما. بالاخره باید باز شه که تکلیفمون روشن شه. بله باید باز شه. منم به خاطر همین زنگ زدم اون شرکت خراب شده که اینو ساخته، یه نفر بفرسته درشو باز کنه. ببخشید آقای مقصودی، این دو نفر اومدن با شما کار دارن. سلام. شما چیکار دارین اینجا؟ چی میخواین؟ خدا بد نده اتفاق افتاده. اتفاق افتاده. امرتون رو بفرمایید. بهمو فکرامونو کردیم. نه 50% شما، نه 100% ما. 70% پولمون رو بده بریم پی زندگیمون. چی داری میگی؟ همون 50% 70% کدومه؟ بردن آقا. آشو با جاش بردن. جناب سرور. اینا همون دو نفری هستن که بهتون گفتم. من به اینا مشکوکم. اینا هم تو این سرقت دست داشتن. خب شما تشریفشو بچید. شما تشریف ببرید. جان سلام، شما ادامه بده. شما امروز قبل از اون چیکار میکنید؟ خود این آقا زنگ زد بیاین چکاتون نقد کنید. کی؟ مقصودی. خب تشریف بیارین شما. برای چی بیارین؟ تشریف بیارین شما. تشریف بیارین اینجا. مامان جان میذاشتی من میشستم دیگه. مگه دکتر نگو واسه ریت و این مواد شوینده براتون ضرر داره؟ باسا بوقمونم ریختم. براتون کارت به کارت کردم. دست درد نکن. چی مامان؟ رفت دنبالش؟ چی؟ وام مامت میگم رفت دنبالش؟ چی؟ بابا وام وام وام. بله رفتم، گفتم که مساعده میخوام، گفتن که مساعدت میکنی. پس یعنی هیچی دیگه؟ نه اتفاقا امروز بچه های آژانسشم هم همه هم میکردم که وقتی که ما حقوقشون رو گرفتن برم واسه من فاتحه بخرن که سر مرسم بهم بدن. پس شون دردن اصلا هم بهشون گفتم نبه دار نبه بار را ولی حالا بگیرم. چرا نبه داره نبه باره؟ ها؟ اگه من یه خورده به این لطیف سخت میگیرم خدا میدونه تایی دلم دوستش دارم. اگر نه باز چی اینقدر اصرار دارم با خانوادش حرف بزنم ها؟ آخ مامان جان یادم رفت شماره مادرش رو بگیرم. میدونی اصلا فرصت نمیشه. نه دیگه لازم نیست بگیری که. چرا؟ باز که خودم گرفتم از آقا میرزاده. بهشون زنگ زدی؟ نه فردا میزن. یه وقت بهشون زنگ نزنینا. چرا؟ برای اینکه آها برای اینکه خیال میکنم و هول برامون داشته. بذار فکر کنم پسرشون پاشته در خونه ما رو از جا کنده. میدونی اینجور ما خودمون رو کوچیک میکنیم. میدونی بذار به جای اینکه ما دنبال اونا باشیم اونا دنبال ما باشن. نه دقیقا آره درسته. آره ولی فردا بهشون یه زنگ میزنم. بله سلام. سلام. بابام از بیمارستان آوردن خونه. معلوم از شما کجایین؟ چرا زنگ نزدین؟ دوروبرم شلوغ بود نمیتونستم زنگ بزنم. حال بابام چطوره؟ بله بیمارستان مرخصش کردن آوردیمش خونه. از اون برش خبر؟ من الان تو ساختمونم گاف صندوق رو سرقت کردن، همه پولا رو هم بردن. بهار جون من میخوام بدونم کار بابام بوده یا نه. والا من چی بگم؟ خواهش میکنم اگه چیزی میدونی به هم بگو. گاف صندوق بابام برده؟ اون که بله، اون که بله. واقعا که بابام داره از اطلاعاتی که من بهش میدم سوء استفاده میکنه. خب دیگه بالاخره پول خودشه، اختیارش دست خودشه. باشه، اینجا پر پلیسه، دارن از همه بازجویی میکنن، هر لحظه ممکنه برامون دردسر بشه. آخه چرا همچین کاری کرده؟ بالا به ما چیزی نگفته. بهار جون من میتونم ازت یه خواهشی بکنم؟ چی؟ من اون خطم خاموشه، این خطم رو سیف کن، اگه بابام خواست کاری انجام بده منو تو جریان بذار. نه بابا خواهش میکنم، احتیاجی به جبران نیستش که. چشم من به شما خبر میدم. ممنون. خواهش میکنم، خواهش میکنم. خدا نگهدار. کی بود؟ چیکار داشت؟ یه دوستم بود. خب. یه مشکلی براش پیش اومده بود. از من یه سوالی کرد. یه جوابی بهش دادم.
به اون یه مشکلش رو یه کاری بکنه دیگه، میدونی؟ لازم نیست این همه توضیح بدی به این کاملی. اونم بی خود دیدم و گوشت نگیر. بفرمایید. آقا میرزاده. مرد خوبی از همسایه‌هامون هستن. خیلی خوش اومدید. آقا شیرابه که من درست کردم. سلام آقا. ببخشید اصلا خدا. لولمون اعتماد شرکیده. نه ایشون آقا داور از اون قلف‌سازای قدیمی‌ان. به کارشون هم خیلی وارده. خوب شده. نه برای گفتن دوغه آوردم. آ برای تو فیلم و آ می‌خوای بازی کنی، خدا بخواد ما می‌خوایم تو این فیلم با هم همبازی بشیم. چقدر عالی شد. برکت. فیلم چی آقا؟ بله. من اومدم که قف باز کنم. بله. مگه من بازیگرم؟ نه گفت شما همون قفل واز کن ما فیلم میدیم. نه بابا اجازه کار دارم آقا. آقا بیا اینجا. بیش من باشد. تو برو کار را بده. سه روز علاف اینا. آقا بفرم بشین. قربت برم. مگه من بازیگرم دارم فیلم بازی میکنم. میگن خودت باشی. شما خودت باش. همون قفل رو باز کن. فیلمشون رو بگیرن. حالشون رو کارشون رو میفته. بعدش هم یه یادگاری میمونه. بعد شما نگاه میکنن. بد نیکه. حالا شما که میگه اشکالی نداره. قربونه شکل اومد دارم. الان گل گاف زبون میل داری یا چایی؟ چایی باشه بهتره. چایی بعد نبات یا اینکه قند؟ نبات. نبات میخوری. نبات یا لیوانی هم هست. اومدم. چطوری ها؟ بله. ای بابا تو اونجا چی کار میکنی؟ قفصت چی شد؟ یه حیاته، میگم تو اونجا چی کار میکنی؟ خب حیات چرا؟ اصلا اینجا خب بگو بیاد داخل، بیاد کارشو بکنی، باز کنی بریم. فهمید فیلم برداری میخواست قهر کنه بره قفصده. بعدش ای زیاد اصرار میکردم آقا میرزاده شک میکرد. تو اونجا چی کار میکنی با اون حوله رو سره؟ چرا میدونی تو دست به کارشه؟ میادهشون حله نه میگه اومده مونتا بیرون گیر. چی کار داری میکنی تو اونجا؟ خب اینجاش اینجاست. ماشین چی شد؟ ماشین رو خدمتتون عرض کنم که گفت چی شد؟ چی بودیم؟ چی کار میشید؟ بابا گفتن که اون کسی که تصادف کرده با کل مدارک تشریف بیارن اینجا تا ما ماشین رو بدیم. 825,000 تومان خلافی داره. فکرشو نکن ارسلا، این که باز شد همه پول داریم. بله فکر کنم یک چیزی. سب کن یه لحظه اجازه بدی. الان ماما بفرمایید. چی شده ماما؟ سلام. ببینم بازی منو خط زدی؟ نه من اتفاقا ارسلان جان میگفتن داشتم میگفتم بیام دنبالتون دیگه. بیاین تشریف بیارین دیگه، دیگه وقتش هم هست. یا الله اومدن. سلام بفرمایید. خوشحال بفرمایید. سلام علیکم. رو ببینید چی کاری. بفرمایید. خیلی خوش اومدین. این عوضی که هی بازیگر مرد اضافه میکنین بازیگر زن اضافه کنین. دریا خانم هم بیاریم. چه کار به دریا خانم داری منیر خانم؟ شما نقش مقابل ما رو داری بازی میکنین. میخوای نمیخوای کارش میکنن دیگه. دخالت نباید کنیم که ما. ماشین باز میشه دیگه. انقدر این گاف صندوقا درست کردیم که در مقابل اونها چیزی نیست. خدا رو شکر شما خیلی نگران نگاه میکردیم. من گفتم شاید. سلام علیکم. احوال شما؟ خب سخته، طول داره. ما انقدر این گاف صندوقا میگن درست کردیم در مقابل اونها صفره. این کار هسته با چیزی نیست. کمک چیزی نمیخواش؟ انقدر این گاف صندوقا میگن باز کردیم که اینکه در مقابل اونها چیزی نیست. خیلی خب پس دست به کار بشین دیگه. دست شما در نکن. فقط اگه میشه ما باید دوربینمون این آخه جاش اینجاست. بله این من خیلی معذرت میخوام. این چنگل اصلا جاش اینجا ها نیست، اصلا نباید باشه. من اصلاح میکنم. بسم الله. بفرمایید دیگه. ببخشید. حالا واقعا باز میشه اوستا؟ این همه تلاش میکنی یا نه؟ تا ده بشماری برات باز میکنم. میشماری؟ دارم از درد میمیرم. هرچه زودتر من رو به بیمارستان برسانید. بیمارستان هرچه زودتر پول میخواد. بذاریم با بشه و پول پیدا کنیم. آقا یه لطفی میکنیم، ببخشید. لطف میکنیم کلاتون رو برداریم چون سایه میکنه صورتتون رو. الان فقط داریم کلاتون رو میبینیم. اصلا صورتتون رو نه بذاریم. ممنونم. دست شما درد. ببخشید. یعنی سر ما اینقدر بد فرمه؟ نه برای نورش میگم. اصلا کار نمیکنم. نه بابا کار نمیکنم. آقا من معذرت میخوام. عذرخواهی میکنم. هر جور شما دوست داری بازی بکن. با کلاه بی کلاه، فقط لطف کن در این واسه نور داره میگه. چرا حسابت خود بیکار کنی؟ بیا بابا کارت انجام بده.
ببخش، معذرت. ما هم خوب گفتیم حرفمونو. بله شما که خوب بودیم. به هیچی توجه نکن، فقط در باز کن. قادر جان باش. بله همینجاست. بله بفرمایید. کاری داشتین؟ ببخشید. آقای فرهان خاکپور اینجا زندگی میکنه. ببخشید شما؟ من قدسی بهرامیم، همسر اولیشون. اسم شما آرزوه؟ من؟ نه 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 من آرزو نیستم. من اسمم بهاره. اینجا با مادرم و برادرم زندگی میکنم. نامزد البته هنوز معلوم نیست، ولی خب حالا قراره که با هم زندگی. یه چند لحظه صداشون میکنیم بیان، من کار واجبی دارم باهاشون. کیو؟ آقای فرهان خاکپور. نیستن. دخترشون چی؟ آرزو؟ نداریم. اصلا اینجا آرزو نداریم. بخشی شما آدرس اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ من آدرس اینجا رو از اون بیمارستانی که آقای خاکپور بستری بودم پیدا کردم. خواهرزادم دکترشون بوده. بله شناختمشون. نه که اونجا آقای فرهان هی منو صدا میکردن دخترم، همه اونجا فکر کردن من دختر آقای فرهان هستم. من بهشون توضیح دادم که بعضن بعضی وقت و بعضی از دوستان منو آرزو صدا میکنن، ولی اسم من بهاره. اینجا منو تو خونه همه جا من صدا میکنن بر یه موقع. آقای خاکپور اینجا با کی زندگی میکنن؟ اینجا زندگی نمیکنن. اصلا اینجا زندگی نمیکنن. اینجا یه موقعهایی میان اینجا، نه که میخوان اینجا رو بخرن به صورت مشارکتی بسازن. هی میرن میان. البته اینجا یه مشکل، این کابلای فشار قوی رو میبینین، نگاه کنین شما این مشکی‌ها رو. هی اینا رفتن شرط داری با ساکونه ما. هی آدرس اینجا رو داده بود به بیمارستان کی؟ آقای فرهان خاکپور. نمیدونم من خودش رو سوال کنیم. من نمیدونم. ببخش. خواهش. خداحافظ. از خودشون بپرسیم دیگه. چی شد خاله؟ نبود. آرزو رو میگم. اون آرزو نیست. بریم. همه زندگی شما تو این گاف صندوقه؟ زار و زندگی می توه. مرز حسابی کلیت گاف صندوقش آدم میده دست زنش؟ یه بار این کارو کردیم دیگه. بنده هرچی در میارم به اندازم مخارج میدم دست زنم، بقیشو میذارم تو جیبم. آقا این حال نداره، مریض من کلیت دادن دست خودش، الان حواسش نی. چرا دروغ میگویی مرد؟ تو کی کلیت گاف صندوقو دست من دادی؟ آقا دروغ میگه، کلیت گاف صندوق دست خودش بود.
حالا شما باز کن زحمتشو بکش ولش کن. ساکت ساکت. چی شد؟ باز شد. خیلی خوب. بازش کنم بس. این صحنه تا اینجا بود بقیه‌شو بیرون می‌گیریم لطفی کار شد بله 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 همه رو تو اینجا می‌کنیم بله بله دیگه انداختیم بیرون اوسا از سلام باهات حساب می‌کنه از سلام باهات حساب شما اینجوری ننه واقعا بریم بیرون ببخشید چقدر خوب بازی کردیم دوستا دست در چقدر خوب بازی کردیم چقدر خوب بازی کردیم خواهش می‌کنم زنده باشین خیلی فوق‌العاده بودیم لطفی طولش بده بله بله آه افان چه؟ من جسارتاً یه پیشنهادی داشتم راجع به این انتهای این فیلم خب برای باش تو من باهم یادم میره بعد همین الان اگه بگم ممنون میشم کوتاه هست؟ کوتاه کوتاه خیلی خب بیرون بریم؟ بریم برم آه افان عرضم اینه که قشنگ تابلو کارکار خودشه نقشش حرف نداشت اول شما رو خام کرد پولا رو گرفت بعدش هم یه نقشه ساختگی و سرقت ساختگی پولا رو آپولی کرد تموم شد رفت کور خونده وقتی چکشو گذاشتم اجرا اون وقت میفهمه یه کاری میکنم مرغای آسمون به حالش گریه کنن کجا دارین میرین؟ کلانتری کلانتری واسه چی؟ نمیتونم همینجوری بشینم دست رو دست بذارم زندگیم رفت رو هوا من میگم یه چند روز صبر کنی شاید پلیس پیداش کرد وقتی مطمئنم کار خودش بوده برای چی صبر کنم بعدم مگه ندیدی گفتن کار خودی بوده خسته نباشی اوکی پخش میشه من خودم دیویدیش رو رایت میکنم آقا لطی آقا خسته نباشی لطف کردین ها راحت شدین آقا لطی جان سلام خوبین مرسی آقا لطی میخواستم بهتون بگم که آرزو زنگ زد بله. گفت پلیسا ریختن تو دفتر مخصوص دارن همه رو سوال جواب میکنن اگه بر ما درد سر بشه چه من نگرانم آرزو خانم منم وضعیتم بهتر از شما نیست منم نگرانم خیلی هم نگرانم خیلی هم استرس دارم باز خوبیش اینه که نیت ما خیر بوده قانون هم همینو میگه چیو؟ که نیت ما خیر بوده نمیدونم نه آقا آف صندوق مردم برداشتیم آوردیم ماشین تو خونمون آره آره نه 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 قانون احتمالا نمیگه باشه ما پول خودش بوده پول خودش بوده آف صندوق که مال خودش نبوده آره نه دیگه قفصانه مال مقصودی بود از درد سر میشه درد سر میشه درد سر میشه بعد اصلا من ایسی مهمتر میخواستم به شما بگم یه هم میخواستم به خودم کلنجا برم که بگم نگم ولی هر جور فکر کرم اونم من به شما بگم راستش چی شده؟ راستش امروز که شما داشتید نرداری میکردیم خواه آراتی صحبت کردم با عرفان که این قصه رو یه جوری میشه تغییر داد که زن این بنده خدا زنده بمونه بله چه خوب چقدر عالی غمگینم نمیشه وای عالی شد جواب انداز بگیرید بله بله عالی شد بگی زود خواستم بهتون بگم امروز که شما داشتین فیلم برداری میکردین خب الان ببین یواش بریم میگم لطیف جانا چیه پش میکنی؟ تا تو صحنه های حیات رو سرگرمشون کنی بله. من برم سراغ این گفتن دو بله برو دیگه چشم خواهش بکنم یه چایی بخور بها سلام یه دقیقه بیا الان میام مامان جان الان چشم ببخش چشم الان یعنی که خواستم بگم الان میام دیگه مامان جان چشم الان میام این آقا عرفان مکوفه است من همین دوربر با شما بود که